بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با برنامه دیدار ویژه در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه در هر قسمت با یکی از علما و شخصیت‌های معروف جهان اسلام دیدار خواهیم داشت. مهمان این قسمت از برنامه ما جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری هستند. من قبل از همه چیز خدمت جناب مولانا عرض سلام و ادب دارم. سلام الله علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حیاکم الله. من تشکر می‌کنم از جناب شما که این فرصت را در اختیار ما قرار دادید تا افتخار اینو داشته باشیم که لحظاتی چند پای صحبت شما بشینیم. جرمان. من قبل از همه چیز باید من شما رو معرفی میکردم خدمت بینندگان عزیز، اما این درخواست را شما دارم که شما خودتون رو معرفی کنید در مورد خودتون، خانوادتون و کشورتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال، صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مهم خدمة همي بينندگان عزيز گرامي، علاقه مندان وصال حق، خدمت همه امت اسلامی، خصوصا خدمت برادر عزیز و گرامی جناب شیخ صاحب ابو سعید انصاری حفظه الله، خدمت شما عرض و ادب و سلام احترام دارم. به طور خلاصه، بنده در سال 1362 هجری شمسی در افغانستان ولایت هرات، قریه که مسمی به گازرگاه شریف هست، متولد شدم و در خاندان علم و معرفت و معنویت الحمدلله رشد کردم و از لحاظ نسبی، اگرچه این اکرمکم عند الله یتقاکم، از لحاظ نسب سلسلتا به حضرت خواجه عبدالله انصاری هیروی که ابو اسماعیل هست و بعدا به حضرت ابو ایوب انصاری، صحابه جلیل قدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، خاندان وصل میشه. جزاكم الله خیر. جناب مولانا، در مورد تحصیلات علمیتون اگر توضیحات بدید که از کجا شروع کردید و در کدوم مدارس تحصیل علم کردید. در ابتدا دروس ابتدایی به نزد جد بزرگوار جناب الحاج خواجه محمد صدیق انصاری حفظه الله که الان هم در قید حیات هستن، دروس ابتدایی پیش از اونا خواندم و بعدا در سن 12 سالگی وارد دارالحفاظ یا دارالقرآن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به نزد حضرت مولانا قاری آقا گل رحمت الله علیه که از دنیا تشریف بردن و رحلت کردن، نزد از اونا حفظ کردم و بخش قرائت و تجوید پیش به نزد حضرت مولانا میر عبدالبصیر صدیقی حفظه الله که از جمله شاگردان ارشد مولانا برنابادی رحمت الله علیه هستن، پیش از اونا قرائت و تجوید را خواندم و سند قرائت و تجوید را از اونا اخذ کردم. بعدا در مدرسه به نام مدرسه عالی قیاسیه در هرات شروع به درس و به تعلیم و اینها، و از اون مدرسه که فارغ شدم یک سفر کوتاه و موجز پاکستان داشتم پیشاور به طلب علم، ولی حاجی بابا وصیت کردن که پس برگرد به وطن. برگشتم به الجامعه الانصاریه که در شهر هرات بود، دروس فنون در اونجی خواندم الحمدلله به نزد استادان بسیار مجرب که مثلا اگر نام بگیرم از شخصیت های بسیار والا و بالا، مشهور به نام اجی آقا صاحب سید عبدالله کبرزانی علوم پیش از اونا خواندم و مولانا صاحب عبدالله کروخی
و همچنین شیخ الحدیث حضرت مولانا نور محمد مظهری که از این بزرگوارا مولانا عبدالله کروخی از دنیا تشریف بردن و دیگه اساتیز در قید حیات هستند. تا به توفیق الله سبحانه و تعالی فنون مختلف و دوره تفسیر و اینها که تمام شد، بعدا به دوره حدیث رسیدم و دوره حدیث به نزد جناب حضرت مولانا مفتی نجیب احمد خراسانی، بسیار عالم بزرگ و جید، به مدت 3.5 سال دوره حدیث را نزد اونها خواندم. و دوره حدیث که تمام شد، به اصطلاح مدارس افغانستان و عادت و رواج امروزی دستاربندی شدیم و بعدا همیشه بیشتر و بیشترتر ذوق حدیث در دل داشتم که انوز تشنه بودم، اظهار عطش و تشنگی میکردم نسبت به علوم حدیث و همیشه در نمازهای جمعه دعا میکردم که اللهم ارزقنا زیارت حبیبک فی الدنیا. و هم در این بخش خدای تبارک و تعالی توفیق داد که بعد از این که در افغانستان و درجه تحصیل، یعنی از سال 1374 که به درس شروع کردم، در سال 1389 ختم شد، یعنی مدت 17 سال در افغانستان درس خواندم، باز خداوند بار دیگر نصیب کرد که به جامعه الاسلامی مدینه منوره قبول میشم در بخش تخصص حدیث که الان هم در این رشته مصروفم و انشاءالله ادامه تحصیل و ادامه درس و اینها تا خدای تبارک و تعالی چی میخواهد و از این سرزمین احادیث را اخذ کرده و به افغانستان انتقال بدم انشاءالله. انشاءالله بزن الله. شما فرمودید که در دانشگاه اسلامی مدینه منوره در دانشکده حدیث مشغول تحصیل علم هستید. آموختن احادیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه احساسی به شما دست میده وقتی که احادیث رسول اکرم را در شهر ایشان در مدینه منوره میآموزید؟ موضوعی بسیار مهم اشاره کردیم که در جامعه الاسلامی مدینه منوره از دو چیز من لذت خاص میبرم. از یکی که احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خصوصا اساتید وقتی که احادیث رو به ما درس میدن باشه میگن شما بریم تحقیق کنیم سر مسئله راوی و تخریج، و در این میام در مکتبه حرم مبارک در اونجا کتابخانه، وقتی که من به شروحات حدیث مراجعه میکنم و حدیث را که میخوانم و نگاه میکنم که این حدیث را میخوانم و در مسجد النبوی صلی الله علیه وسلم قرار دارم، واقعا لذت خاصی برای من دست میده. و همچنین سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در داخل صنف، وقتی که استادان بزرگوار بحث از سیره میشه و سیره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، که هیچ خاطره جریان غزوه احد از فکر من نمیره که وقتی استاد بحث قذبه او در مطرح کردن، اکثر شاگردان سنت گریه میکردن و خود استاد هم اشک از چشمان مبارک جاری شد، چون اشاره میکرد به دست راست که این طرف احد هست، از وادی عقیق دشمن آماد، از کجا آماد. در وقتی که این موضوع اشاره میشد که کل این حوادث در این شهر رخ داده که ما در اون شهر قرار دارم، واقعا لذت خاصی. و همچنین ارتباط به من 3.5 سال در افغانستان حدیث خواندم، اما وقتی که در این بحر بیکران وقتی که من متوجه شدم و رسیدم که سبحان الله به راستی هم که مدینه منوره زادگاه حدیث بوده و مدینه منوره شهری بوده که از اینجی صدای حدیث و احادیث و اینها بلند شده به تمام دنیا و به جهان اسلام منتشر یافته. جزاکم الله خیر. جناب استاد، از لابلای صحبت شما من متوجه شدم که شما دو سفر داشتید، یکی به پاکستان و یکی هم به عربستان سعودی برای تحصیل علم در دانشگاه اسلامی مدینه منوره. آیا به کشورهای دیگری هم سفر کردید در این مدت؟ در لابلای تحصیل در سال 13 ببخشیم در سال 1383 دعوت از طرف جمهوری ایران در جامعه الاحناف طیبات محفل علمی بود که دعوت کرده بودن در سال 1383 که من در او سفر رفتم. و همچنین در سال 1384 سفر حج داشتم، حج آمدم با بزرگا و با اینها و بعضی شیوخ حرمین ملاقات داشتم، بسیار لذت خاصی.
و در سال 1387 سفر علمی در ترکیه داشتم. در چند شهر ترکیه، در استانبول و انقره و عرفا و قونیه و اینها کنفرانس های علمی بود، دعوت شده بودیم. و همچنین در سال 1389 بار دیگر حج نصیب شد که در او سال الحمدلله خوشوقتم و خوشحالم که با شما هم ملاقات داشتم. و همچنین در سال 91 که قبول در جامعیت اسلامی مدینه منوره که قبول شدم، و همچنین سفرهای داخلی در خود کشور در ولایات مختلف در سمت شمال داشتم که دید و بازدید و مراسم های محفل های علمی و اینها. و همچنین قبلا اشاره کردم یک سفر بسیار موجز و خلاصه و کوتاهی، سفر علمی که به طلب علم رفته بودم در پاکستان و پیشاور، بسیار مدت کم. جزاکم الله خیر. جناب مولانا، نه تنها بینندگان ما در شبکه جهانی وصال حق، بلکه بسیاری از برادران و خواهران مسلمان ما در ایران، تاجیکستان، افغانستان با صدای شما، با خطبه هایی که تصویری ضبط شده از شما آشنا هستند، و همیشه بیشترین درخواست ها در شبکه ما درخواست پخش کلیپ ها و سخنرانی های شما بوده. جناب شما، یعنی میتونیم بگیم که یکی از خطبای ورزیده و معروف در افغانستان هستید که محبوبیت خاصی هم در بین اهل سنت ایران و تاجیکستان دارید. خطابت و سخنرانی رو از کی شروع کردید؟ میتونید در این مورد توضیح بدید؟ مسئله خطابت بسیار مسئله مهم که من در جریان تحصیل و در جریان درس خواندن بودم. در سن 19 سالگی مجموعه از دوستا آمدن و بالاخره با اصرار زیاد که من قبول نمی کردم، و حقیقتا فامیل ما هم می گفتن، خصوصا جد بزرگوار ما، که وقت خطابت از این نیست، وقت درس و تعلیمه. در سن 19 سالگی در سال 1380 مسئولیت خطابت به عهده من گذاشتن که واقعا بسیار مسئولیت سنگین و اینها. وقتی که من در دعوت و تبلیغ آغاز شد و شروع کردم، همین نماز جمعه که من در اونجا اولین خطابه ایراد شد، مجموعه او نمازگزارها 300 نفر بودن، سه صف نماز بود، و مسجدی که در اونجا ساخته شده بود که انشالله خداوند نصیب کنه شما در افغانستان و هرات تشریف بیاریم ببینیم، وقتی اون مسجد را ساخته بودن خیلی از مردم حرف می زدن که این مسجد به وسعت و بزرگی چرا ساخته شده، این بعد یک جای دیگه ساخته می شود. خب در مرور 6 ماه یک سال که گذشت، 300 تبدیل و 300 نفر تبدیل به 600 و 700 و 1000 و اینها، و مسجد گنجایش 1000 نفر را داشت، نفر به 1500 رسید. و به مرور زمان، چون من همیشه وقتی که به منبر می نشستم یادم از او حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آمد که اگر کسی کتمان علم کنه و علم رو بپوشه، الجمه، لجام کرده میشه در صحرای محشر، و لجام من النار، از آتش. و ما الحمدلله از طرف خانواده در بخش اقتصاد و اینها هم مشکلات نداشتم که خانه مسجد ضرورت داشته باشم، به معاش مسجد ضرورت داشته باشم، به معاش خطابت ضرورت داشته باشم. پیش خود فکر میکردم که وقتی که تو در این راه قدم گذاشتی و در عرصه مادیات هم تو دست تو پیش این و اون دراز نیه، خب نباید کتمان حق کنی، باید حق رو بگی. و همین سبب شده بود که حق بگم، و بندگان مخلص الله سبحانه وتعالی عاشق شنیدن حق بودن. و خلاصه جمعیت 300 نفری ما، یعنی نمازی که 300 نفر بود، به مرور چند سال به بیش از 10000 نفر رسید که شما در کلیپ ها و در اینها میبینیم. یعنی در یک گوشه از شهر در کنار کوه، ولی در تابستان بندگان مخلص الله در آفتاب سوزان نشسته اند، و در زمستان هم در زیر باران ها نشسته اند. و ای از برکت دعوت و تبلیغ و ارشاد که یعنی 19 ساله بودم، الان سنم 30 ساله هست و تخمین 12 سال میشه مسئولیت خطابت و اینها. جزاکم الله خیر.
جناب مولانا در مورد مسئولیت هایی که در جامعه دارید، برنامه دینی که دارید، پروژه دینی که دارید در اونجا، اگر توضیحات بدید به بینندگان عزیز. مسئله برنامه های دینی و فعالیت های دینی در جامعه، اول ما اگر به ابتدای موضوع ما یک اشاره مختصره، ما وقتی که در دعوت و اینها شروع کرده بودم، چند نفر از جوانها به اطراف ما جمع شده بودن، در حدود 15-20 نفر با اینها نشست و برخاست و صحبت میکردیم، و یکی از کاکاهام، خداوند حفظ کنه، او باز بخش معنوی و عرفانی رو پیش می برد. یک حجره گوشه نشسته بود با جمعی از برادرای مخلص. شبی از شبها با او صحبت کردم، گفتم این کنار من چند نفر از جوانها جمع شدن، جوانهای در حالت اوج جوانی و بالاخره اینها، و در کنار شما بندگان مخلص، اونا بسیار آدمای نیک و شریف، اینا هم جوانهای هن، اگر دست از اینا نگیریم به بیراه میرن. شما از او حجره بیرون بشیم و ما هم از این طرف بیرون میشیم، همه کنار هم قرار بگیریم، همو که ظهر مالبطن بشیم و بالاخره شیر و شکر یک جا بشه. همین بود که اونها هم از او حجره بیرون شدن و دست جوانها رو گرفتن و آیسته آیسته با همه جمعیتی که بودن، در حدود 20 نفر یا 25 نفر، تشکیل انجمن دادیم. یک انجمن ساختیم به نام انجمن ادبی عرفانی پیر هرات، که در وزارت عدلیه هم بعد رسمی میشه و چون فعالیت رسمی داشته باشه، و این انجمن آهسته آهسته وسعت و وسعت و وسعت، و الحمدلله امروز شاید تنها اعضایی که در او انجمن ثبتن بیش از 500 نفر باشه، و هر برادری هم که ثبت میشه حق العضویت میپردازه، چون گفتیم این برنامه های دینی پیش بره. بعدن در عرصه انجمن و اعضای انجمن و کمکی که برادرای انجمن میکردن، الحمدلله دارالعلومی تشکیل دادن، دارالعلوم عالی انصار. دارالعلوم عالی انصار و در کنار از او دارالقرآن هست، شعبه‌ای از دارالقرآن انصار، و در کنار دارالایتام هست که در حدود 400 یتیم در اونجی سرپرستی میشه، و دارالافتای که تا حتی از ولایات مختلف، که یک طرف ما تا حتی بعضی وقت شاهد این بودیم که دوستو از خارج و اینها تماس میگرفتن و استفتا میکردن در عرصه دارالافتا، که پیشتر اشاره کردم جناب حضرت مفتی نجیب احمد خراسانی استاد ما، او بزرگوار در عرصه افتا در اونجا نشسته هستن و مسئولیت دارالافتا رو به دوش دارن، و همچنین دارالضیافه انصاره که از هر گوشه ای از ولایت افغانستان که دوستا و مهمان ها میاین، در اونجا از اونها پذیرایی میشه، و مدارس و حلقات حفظ که زیر پوشش انجمنه، و خلاصه برنامه هایی که بیان کردیم دارالعلوم و دارالافتا، مجموعاً بیش از 10,000 شاگرد ذکور و اناث زیر پوشش انجمنه، زیر پوشش انجمنه. و همچنین بخش فرهنگی داریم که در او بخش فرهنگی انجمن بعضی کتاب ها به نشر میرسه و پخش میشه، و چندین کتاب انجمن چاپ کرده، و در بخش فرهنگی پخش و نشر سیدی های اسلامی و اینهای، و این کارها در اونجی صورت میگیره. و همچنین از کارهایی که برنامه های دینی، شورای مدارسی که الحمدلله علما جمع کردیم با همدیگر مشوره که تا چی وقت متفرق باشیم، تا چی وقت بالاخره هر کدام ما در گوشه هر کدام ما تک و تنها، دشمن همه ما تمام کرد، همه ما رو بالاخره از بین برد، چی میشه که همه دست به دست هم بدیم. الحمدلله مدارس خصوصی هرات با همدیگر شیشتیم، حسن نظر و حسن زن علمای بزرگ که بیشتر اساتیزن، همین که نسبت به ما بوده، باز مسئولیت ایر برای ما دادن، مسئول شورای مدارس در هرات، و بعدا ایر با علمای فرا، علمای نیمروز به جریان بسشتیم، علمای فرا و نیمروز هم با ای یک جا شدیم. در حدود بیش از 30 مدرسه، 30 مدرسه، نصاب واحد، حرف واحد، و بالاخره یک بسیار یک تشکیل مبارکی صورت گرفت که بعدا نتیجه این شورا هم بیان میشه که اکثر خرافات و بدعاتی که میخواست بروز کنه
از وسیله همین شورای مدارس و هماهنگی علما بود که مسدود شد و بسته شد و پیش روی دشمن گرفته شد. و الحمدلله تا زمانی که ما به طرف مدینه منوره می آمدم مسئولیت شورا و دوش بنده بود. بعدن وقتی که طرف می آمدم چون به دوستا گفتم که شاید تحصیل طولانی باشه و بالاخره نمیدانم تا چی وقت باشه، باز یکی از علما و مفتی سایبار مسئولیت شورا برای از اونا گذاشتیم که الحمدلله یعنی از کارهایی که صورت گرفته که او در آینده وسیع میشه ولایات دیگر سمت شمال برای ما قول دادن که ما هم میایم جزء این نصاب میشیم و بالاخره با این یک جا میشیم. و همچنین از جمله کارهایی که در هرات و بعضی ولایات پیشنهاد شد ایجاد حلقات درس تفسیر. جامعه ما از تفسیر بخی به دور بودن. وقتی میگفتیم قرآن عظیم و شان را بخوانیم متاسفانه چنان تبلیغات شده بود که دست به قرآن نزنید، قرآن شما نمیفهمید، قرآن را عوام نمیفهمه، قرآن را و بالاخره نخوان که گناهکار میشی. و این الحمدلله در اکثر مساجد به وسیله امامان مساجد دوره ها و حلقات تفسیر و حلقات فقه و حلقات عقیده درس ها شروع شده چندین سال میشه و خصوصا در ماه شعبان و رمضان اوج ای درس ها و جوش خروش ای درس ها و اینهایی که بسیار نتیجه داده که در خود هرات مطمئنم که حلقات درس تفسیر بیش از 100 مسجد شاید باشه. بیش از 100 مسجد یعنی حلقات تفسیر و تا حتی شرکت خواهر و برادر. آنقدر در این جلسه تفسیر تأثیرات و تغییرات آمده که مردم چون با قرآن که آشنا بشه از خرافات و بدعات دور میشه و هر قدر از قرآن فاصله داشته باشیم چیز واضحه که سنت دور بشه بدعت جوازور میگیره. و همچنین که انشاءالله این فکر آینده هست، ولی ما در هرات یک مرکز بزرگ اسلامی که بگیم داشته باشیم هست، مراکز کوچک و مدارس و اینها مرکز بزرگ نداریم، اما خدای تبارک و تعالی توفیق داد که به فکر یک مرکز بزرگ اسلامی در اونجا باشیم. در جوار خواجه عبدالله انصاری همین مسجدی که برای شما اشاره کردم که گنجایش 1,500 نفر داره ولی 10,000 نفر میایه پشت بامها و بالاخره تا حتی روی قبرها و اینها میستن بسیار با مشکلات، خب ما تانستیم در دشتی که در او کنار و نزدیک ما بود یعنی رسمن امر 60 جریب زمین از دولت گرفتیم و الحمدلله قبل از اینکه من این طرف بیام شروع کردیم به دیوار از او و در کناری که این 60 جریب به فکر ساختن یک پاهنتون بزرگ و یک مسجد بزرگ و یک مدرسه بزرگ و اینها و بیرون از 60 جریب 40 جریب هم به فکر پارکینگ و وضوخانه ها و بالاخره اینها که مجموعا میشه 100 جریب که این فکر اساسی منه که و از اینجا من تکرار میکنم که چون شاید دشمن اجازه نده ما شاید یک روز باشیم یک روز دیگه نباشیم، ولی آرزوی همه امت اسلامی، آرزوی ملت افغانستان و خصوصا ملت هرات ساختن اون مرکز اسلامیه که یک مرکز بزرگ در اونجا ساخته بشه که اون مرکز جوابگوهی همه شبه اندازها و جوابگویی همه دشمنانی که میخوان امت اسلامی به ویرانی بکشانن جوابگوی اونها باشه که انشاءالله دیوار از او آغاز شده و در آینده هم به فکر ساخت و ساز تعمیر و اماره از او هستیم. جزاکم الله خیر جناب مولانا. من تشکر میکنم از شما که وقت گرانبهاتون رو در این روزهای امتحانات و درس و دانشگاه در اختیار ما قرار دادید. سخن آخری با بینندگان در خدمت شما هست. خدای تبارک و تعالی همه بینندگان عزیز و گرامی سعادت مندی دنیا و آخرت را نصیب کنه. الله سبحانه و تعالی همه کارمندان و صالح حق را در حفظ و حمایه خود داشته باشه، خصوصا و علل خصوص برادر عزیز و گرامی ما جناب حضرت شیخ صاحب ابو سعید انصاری حفظه الله. الله حفظ کنه. خدای تبارک و تعالی برنامه حق، رای حق و حرف حق را وعده کرده که حفظ میکنه. الله سبحانه وتعالی همه را در پناه عصمت و در پناه حفظ و امان خود داشته باشه، موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. سلامت باشید. من تشکر میکنم یک بار دیگر از جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری که دعوت ما را قبول کردید و در برنامه دیدار ویژه
تشریف آوردید تا مختصری درباره زندگی شما و فعالیت‌های دینی و فرهنگی شما ما هم بدانیم و بینندگان عزیزم آگاه بشن. من همچنین تشکر می‌کنم از تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی که تا اکنون در پای گیرنده ها بیننده این برنامه بودید. الله متعال همه شما عزیزان را حفظ کند و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. جزاکم الله خیر.